نامه پخش نشده قهرمان شهید مجاهد خلق علی فیضی شبراهی. والا دانشگاه اون دورانی که به سلام ها رفتیم دانشگاه، برای هر جوان ایرانی وارد شدن به دانشگاه یه برگیه در زندگیش که ورق میخوره و از اون نقطه زندگی آدم احساس میکنه که عوض میشه. چرا؟ چون که دانشگاه یه محیطیه برای این که آدم تمام اون آرزوهایی که تو ذهنش فکر میکنه، آدم فکر میکنه که با رفتن به دانشگاه اینا رو میتونه عینیت ببخشه. چرا؟ چون که خب تو جامعه همینطوری آدم میشنوه، همینطوری آدم بزرگ میشه. به طور خاص تو کشور ما خب داشتن یه مدرک تحصیلی بالاتر یا آرزو خانواده ها از بچگی، بچه هم میخواد دکتر بشه، بچه هم مهندس بشه، خلاصه هم خود خانواده وقتی بچهشون میره دانشگاه خوشحال میشن، هم خود اون نفری که میره دانشگاه فکر میکنه که یک گردنه ای رو در زندگیش رد کرد و وارد یک به اصطلاح فراز و یه فاز جدیدی در زندگی خودش شد. خب منم طبعا جدای از این احساس نبودم، منم روزی که دانشگاه قبول شدم همین احساس رو داشتم، خانوادمونم همینطور. ولی این که وارد دانشگاه شدم، خب در ابتدا من مثل بقیه مردم از مسائل سیاسی آشنا بودم، از طریق رسانه‌های عمومی در جریان مسائل سیاسی قرار می گرفتم یا مخالفت هایی که به اصطلاح در همون رسانه ها منعکس می شد مطلع می شدم. ولی این که من زمانی که دانشگاه رفتم فرض کنید چنین موضعی داشتم یا چنین تمایلی داشتم اینطور نبود و این محیط یا شاید حوادثی که در زندگی آدم اتفاق می افته یک شرایطی رو ایجاد کرد که من تونستم به اصطلاح به یه چیز بالاتری، به یه آرمان بالاتری دست پیدا بکنم. بیشتر برای خود من شاید مثلا یک حادثه بود، شاید مثلا یک خودم همیشه اون لحظه برام یه لحظه فراموش نشدنیه یا اون احساسی که اون دوران برای انتخاب این مسیری که امروز توش هستم داشتم، هیچ وقت حتی لحظاتش رو فراموش نمی کنم. الان سالیان زیادی میگذره از اون روز. بچه هایی که تو دانشکده ادبیات دانشگاه تهران هستن، طبقه دوم این دانشکده یه مجموعه روشویی و سرویس هست اونجا که عمومی استفاده میشه. خب در زمان شاه هر حرکتی که میخواست اعتراضی صورت بگیره به یه شکلی این به بقیه خبر داده می شد، یا به صورت شفاهی یا به صورت یادداشت‌ها، نوشته‌ها یا مثلا کاغذهایی که پخش می شد در سطح دانشگاه همه مطلع می شدن که فرض کنید حرکت اعتراضی هست و برای چه موضوعی می خوان اعتراض بکنن. بنابراین ما مطلع می شدیم از اینجور مسائل توی دانشگاه. یکی از روزهایی که من به این محل تردد داشتم، دیدم پشت یه آینه مجموعی از برگای کاغذ رو گذاشتن. خب یه تعداد برگه بود پشت آینه. ما با این مسائل برخورد میکردیم، منم زیاد تمایل نشون نمیدادم چون که به صورت شفاهی از خیلی چیزا مطلع میشدم و دست نمیزدم. ولی اون روز نمیدونم که چه مسئله اتفاق افتاد، این برگه رو در بردم از پشت آینه و نگاه کردم. یه 5-6 برگ بود
با کاربن تکثیر شده بود، رو کاغذهای نازکی بود، روش نوشته بود که دفاعیات مجاهد خلق سعید محسن در بیدادگاه‌های نظامی آریامهری. همین تیتر این کاغذ رو که من خوندم انگار که آدم مثلا چجوری یه جایی ذهنش مکس میکنه و یه چیزی انگار براش جدید میشه یا یه احساسی پیدا میکنه نسبت به این نوشته. دیدم این فرق داره با تمام اون چیزایی که من تا حالا دیده بودم یا خونده بودم. دو تا کلمش برام هنوزم یادمه، یکی کلمه مجاهد خلق بود، نمیدونم چرا از ناخودآگاه از این کلمه خوشم اومد، احساس خوبی بهم دست داد نسبت به این کلمه، کلمه خلق، کلمه مجاهد، و این دوتا تو ذهنم در لحظه این یه چیزی که وایساد. یکی هم بیدادگاه‌های نظامی، همیشه من دادگاه شنیده بودم، بیدادگاه نشنیده بودم. گفتم خب از همینجا مثلا احساس خوبی داشتم نسبت به این نوشته، گذاشتم جیبم و اومدم به سمت خونه. از اون لحظه احساس میکردم که یه چیزی دارم با خودم حمل میکنم که خب باید سریع برم خونه، کسی متوجه نشه یا مثلا منم باید اینو بخونم ببینم این چیه، دفاعیات و این چیه. شروع کردم به خوندن. خب طبیعی آدم وقتی مثلا تو اون دوران، من مثلا 21 سالم بود فکر کنم، مثلا آدم نگاه میکنه، خب تو دادگاه معمولا متهم میره میگه آقا مثلا این کارو نکردم، مثلا این چه حرفیه به من میگید، فلان میکنم. من انتظار داشتم مثلا دفاعیاتی که از این متن آدم باید بخونه باید اینا باشه. یک دفعه دیدم برعکسه، تو تمام نوشته رژیم شاه، دستگاه های به اصطلاح این رژیم، کارهایی که این رژیم کرده تمام زیر سوال و دفاع کننده اصلا با یک روحیه تهاجمی و با یک جسارت عجیبی داره این رژیم رو زیر علامت سوال میبره که شما این خرجا چیه کردید، نمیدونم این کارا چیه کردید، این جنایت ها چیه کردید، ما تا آخرش وای میستیم و مقاومت میکنیم، مردم ما از حقوقشون کوتاه نمیان. و هر جمله ای رو که از این متن من میخوندم احساس میکردم که به اصطلاح بیشتر رغبت دارم و بیشتر جذب شدم. فکر میکنم دو سه باری متن رو خوندم. حالا جالبیش چی بود؟ جالبیش این بود که وقتی به آخر متن رسیدم نوشته بود که لطفاً هر کسی که به اصطلاح این متن رو خونده 10 نسخه از این تکثیر بکنه و به اصطلاح توضیح بکنه. باز به اینجا که رسیدم موندم که خب من که اصلا نمیخواستم این کاغذ رو بردارم، ولی وقتی خوندم دیدم تو درونم یه احساسی انگار شروع شد که خب خوندی باید بنویسی دیگه، این 10 نسخه رو باید تکثیر بکنی. من هم شروع کردم، رفتم کاربن گیر آوردم از همون کاغذها و شروع کردم با خودکار محکم به اصطلاح می نوشتم که تعداد بیشتری هم به اصطلاح تکثیر بشه. و این شد اولین قدمی که من در رابطه با سازمان برداشتم اون روز، که الان 36-37 سال ادامه پیدا کرد. ببین آدم جاذبه خیلی زیادی تو اون سن برای خود آدم وجود داره. اول آدم باید بدونه که وقتی مثلا سراغ سازمان مجاهدین اومده خیلی جاذبه تو اون سن برای من بود. اول اینکه خب دانشگاه مورد توجه خانواده قرار گرفته بودیم، همه باریکلا مثلا درس خوند، بالاخره زحمت کشید رفت دانشگاه، پسرم اینطوری میشه به اصطلاح دیگه، همه فکر میکردن که دیگه این تو مسیر موفقیت افتاده. پس این خودش یک چیزی بود که آدم نمیخواد به راحتی از دستش بده. یکی دیگه چون که خب من ورزشکار بودم، چشمانداز به اصطلاح آینده خوبی هم برام بود، کف و دف و تشویق و مورد توجه قرار گرفتن، باز این خودش هم برای آدم تو اون سنین خب چیز جالبیه، جاذبه‌ای داره و
یکی از علایق خیلی جدی من بود تو اون دوران. نکته دیگه خب آینده خدا آدم. خب این شرایط و جاذبه طوری که هرچی بیشتر میشه آدم هی باهاش به اصطلاح بیشتر میره و به بیشترش فکر میکنه. خب منم هم همینطوری بودم، یعنی چیزی جز این نبود. ولی همونطوری که گفتم وقتی آدم در درون خودش به این میرسه که انگار در کنار این زندگی که آدم بهش فکر میکنه و در کنار این جاذبه ها، انگار سایه به سایه و شونه به شونه آدم هم یک زندگی دیگه در جریانه، یک کسای دیگه هستن که اینا رو فقط برای خودشون نمیخوان، یا به عبارتی از اینا میگذرن تا اینها رو برای دیگران محقق بکنن. بنابراین من با این آشنا شدم، با این جاذبه، با این ارزش، با این نوع زندگی کردن آشنا شدم. اینطور هم نبود که مثلا روز اول همه چیزمو ول کنم، مثلا یه دفعه مثلا آدم یه مسیر رو داره میره 180 درجه یه دفعه برگردیم، مثلا اینطور نبود. شاید ماها طول کشید. اولین قدمش این بود که خب دیگه احساس میکردم که اون محیط دانشگاه و درس و تحصیلات من رو سیراب نمیکنه، من رو راضی نمیکنه. رفتارهایی که خب روزانه بهشون عادت کرده بودم میدیدم که دیگه زیاد برام جاذبه نداره. راستش ورزش خیلی برام سخت بود، خیلی کندن ازش برام سخت بود، چون که تو این محیط بزرگ شده بودم و علاقه هم داشتم. یکی از چیزهایی که آخر از همه ترکش کردم و مجبور شدم، یعنی به خاطر مسیر و هدفی که انتخاب کرده بودم فعالیتمو کم بکنم، دست برداشتن از ورزش حرفه‌ای بود. خب و حتی فکر کردن برای این که آدم میخواد این مسیر رو طی بکنه، هی این جاذبه ها رو شما از در میکنید بیرون، از پنجره یه جور دیگه میاد تو، ای میره ای میاد، هی آدم باهاش درگیره. ولی دیگه آدم به یه نقطه ای میرسه که دیگه همون زندگی که میگفتم که آدم ارزشاش این میشه که بعد برای بقیه به اصطلاح مایه بیشتری بذاره، کار بیشتری بکنه، و اون چیزهایی که برای خودش فقط میخواست رو آدم میبینه که اینقدر سطحش پایینه، آدم رو دیگه در اون زندگی خودش راضی نمیکنه. بنابراین اینجاست که آدم دیگه به نظر من جاده عوض میکنه. منم هم همینجور از یه مسیری آدم عین یه اتوبانی که داره میره از اون مسیر خارج میشه، میفته تو یک مسیر دیگه. خب ما بعدها خیلی در رابطه با آرمان و ارزش‌های مجاهدین شناختیم و شنیدیم، ولی اون روزای اول هم میدونستیم که این آرمان پایه‌هاش و زیر ساختاش رو فدا و صداقته. از اخبار شهدا، زندانیا، شکنجه‌هاش، فداش رو میفهمیدیم، مایه گذاری اعضای سازمان رو میشنیدیم، اعدام هاشون رو میشنیدیم، ولی از صداقتشون در مسیرشون زیاد برامون آشنا نبود اون دوران. و میدونستیم که خب آدم های صادقی هستن در مسیر رو انتخابی که کردن، تا آخرش ایستادن و پایداری کردن و تا آخرین قطره خونشون پای آرمانشون ایستادن، مقاومت کردن. پایداری و ایستادگی و اینها رو همه رو میتونستیم بفهمیم، ولی صداقت رو تا وقتی که شما با اولین مجاهد مواجه میشید و آشنا میشید یا در معرض زندگی مجاهدین قرار میگیرید، بعد اونجاست که شروع میشه این قسمت از به اصطلاح ارزشان برای آدم مفهوم شدن و آدم احساس میکنه که به جایی پا گذاشته که هر روز علایقش و عواطفش و
ایمانش نسبت به این آرمان بیشتر میشه. حتما همه اون کسانی که در روزهای اول انقلاب بودن، موزگیری ها و سخنرانی های برادر مسعود رو تو میتینگ ها میشنیدن. خب خیلی ها اون موقع میخواستن به هر قیمتی مثلا خودشون رو نزدیک بکنن به خمینی، ولی ما شاهد بودیم که هیچ وقت به هیچ قیمتی در موزگیری ها، در صحبت ها، در سخنرانی ها هیچ بارقه از این موضوع نیست. مجاهدین سر حق و حقوق مردم خودشون صادق بودن، سر موضع‌گیری هایی که میکردن، سر حرفایی که میزدن، سر مراحل انقلاب که میگفتن. به قیمت چی؟ به قیمت اینکه فردا ممکن بود که هر اون چرا که دارن رو ازشون بگیرن. همینطور هم شد. خمینی طاقت نیاورد، ولی هیچ وقت رهبری سازمان از صداقت کلام خودش کوتاه نیومد. به خاطر مصالح و منافع زودگذر از اصول سازمان کوتاه نیومد، از اصول مردمش کوتاه نیومد. مثلا آدم میدید اون موقع قانون اساسی رژیم گفت 99% رأی دادن فلان کردن، ولی موضع‌گیری سازمان این بود که این قانون اساسی توش حاکمیت مردم در نظر گرفته نشده و این نقض شده و ما این رو نمیتونیم بپذیریم. این مبناش بر اصل ولایت فقیه، همون چیزی که امروز مردم تو خیابونا فریاد میکشم و میگم مرگ بر اصل ولایت فقیه بعد از 35 سال. خب کوتاه نیومدن. شما به مفهوم اجتماعیش، به مفهوم سیاسیش این صداقت رو اون روز هر کسی که پای این سخنرانی ها میرفت، میشست، گوش میکرد، میشنید. در تمام سخنرانی های برادر مسعود، موسی، و این اون چیزی بود که جامعه رو سمت و سو میداد در مقابل دجالیت این رژیم که هنوز اون روزها مثل امروز بارز نشده بود و مردم نمیتونستن خوب تشخیص بدن، ولی موج هزاران هزار ایرانی و به طور مشخص جوانهایی که اون روز جذب میشدن، جذب همین صداقت میشدن، جذب همین قیمت دادن و فداکاری مجاهدین میشدن که پای اصولشون هستن. دیگه حالا وقتی تو مناسبات زندگی جمعی میریم از فداکاری این افراد برای همدیگه، از جانگذشتگی هاشون و زندگی جمعی که واقعا به نظر من یکی از مناسبات و زندگی هستش که نادره در دنیا. من حداقل در طول زندگیم تو خیلی از محیط ها بودم، تو خیلی از شرایط زندگی کردم که ندیدم چنین مناسبات صادقانه، صمیمانه و یک رنگ. و خب اینا چیزایی بود که روزهای اول شما از بیرون نمیتونستید اینها رو ببینید. بیشتر قدم اول رو ما با همون فداکاری هاشون میدیدیم، با همون شهامت هاشون و با اون جسارت ها و شهادت هاشون و خونشون این مسیر رو به ما نشون دادن. Thank you.
ببین، خواسته های فردی چیزهای عجیب غریبی نیست، چیزهای معمول یک زندگی انسانه. ولی اون چه که انسان رو از مسیر واقعی خارج میکنه اینه که آدم تو اون زندگی که داره اینا رو برای خودش میخواد، برای خودش تلاش میکنه، اصلا دور و برش رو نمیبینه. حتی این روزهای که دیگه توی این رژیم خیلی از این چیزها از بین رفته، خیلی از این ارزش ها پایمال شده به خاطر این رژیمی که به جز شقاوت و سرکوب چیزی برای جامعه پیش نبرده. ولی حتی اون روزها این خواسته های منطقی بود، زندگی راحت، نمیدونم رفاه، آسایش، تحصیلات، آزادی، اینا مگه چیزای بدی بود؟ چیزای بدی نبود. ولی شما یه نقطه میرسه که میبینید که یه چیز بالاتر از این هست، یه چیز دیگه هستش که احساس میکنید این رنگ باخت دیگه، این اون جاذبه ها و اون تمایلات رو در شما ایجاد نمی کنه. احساس میکنید که میخواید برای بقیه کاری بکنید که اونها اینو داشته باشن. خب این همون چیزیه که اولین انگیزه ایه که آدم پیدا میکنه برای این که به سمت مسیری حرکت بکنه که به این ارزش برسه. و خوشبختانه در دوران ما یک سازمانی بود به اسم سازمان مجاهدین خلق ایران که این آرمان و این هدف و این آرزوهایی که هر جوان ایرانی داشت توش پیدا میکرد. باور کنید بدون اغراق میگم، شاید مثلا از سال 55 به صورت کمرنگ و همینطور که جلوتر اومدیم تا درون سازمان، حتی دو روز زندگی آدم مشابه هم نیست. اینقدر جاذبه ها و حرکت ها و تنوع و چیزهای نو جدیدی آدم باش آشنا میشه که خیلی احساس شکوهمندی میکنه. خب شما وقتی اینا رو میبینید دیگه، مثلا داشتن یه خونه خوب، داشتن یه ماشین خوب، داشتن نمیدونم یک مقام خوب، یه منصب خوب، نمیدونم یک رفاهی که فقط برای خودتونه ولی بیرون از خونه شما بقیه زجر میکشن، بقیه به هزار کار تن میدن، خب نمیتونی دیگه بپذیرید و قبول بکنی. این جاذبه های سازمانه، یعنی نه اینکه آدم اون جاذبه های پایین‌تر رو نخواد، بلکه با یه عشق بالاتر، بلکه با یه جاذبه‌ای بالاتر که اینا زیر اون قرار میگیره و شما احساس دارایی میکنی، احساس میکنی که خیلی غنی‌تر و خیلی به اصطلاح از نظر دارایی‌ها خیلی دارایی بیشتری الان در اختیار دارید و بهتر میتونید اون خواسته‌ها رو محقق بکنید و اصلا احساس نمیکنه آدم که چیزی رو از دست داده وقتی آمده در مبارزه، بلکه خیلی چیزها به دست آورده، خیلی چیزهای بالاتر و بهتری رو به دست آورده و این اون چیزیه که بهش میگیم آرمان، بهش میگیم مبارزه کردن برای آزادی، مبارزه کردن برای برابری، مبارزه کردن برای عدالت. این احساس من بود. اگر برگردیم پس که مثلا به تاریخچه مبارزات مردم ایران نگاه بکنیم، تمام اون کسانی که سربدار شدن و هر جنبشی که سرکوب شد، هر جنبشی که به دست این نیروهای دیکتاتور، نیروهای ضد بشری، ارتجاعی عقب مونده سرکوب شدن و مسیر متوقف شد، ضربه ای بود که اون دیکتاتورها تونستن به سر اون جنبش بزنن و اون رو حذف بکنن. خب ما به عنوان انقلابیونی که تو این عصر زندگی میکنیم، مگه میتونیم فرض کنیم مثلا این گذشته رو نبینیم؟
همینه. امروزم تمام اراجیفی که دشمن در این رابطه به کار میگیره، تمام ابزارهایی که به کار میگیره، تمام شیوه‌هایی که به کار میگیره، هدفش چیزی جز این نیست. ولی یک چیزی فرق کرده که دشمن این رو خوب نمیفهمه. این که الان نیروهایی هستن، جوانانی هستن با کسب تجربه از گذشته، میدونن که نباید بذارن چنین اتفاقی بیفته و هر چه بیشتر و هر روز این پرچم و این نقطه بایستی حفظ و حفاظت بشه. بنابراین این یک مسئولیت ملی و میهنیه، قبل از مسئولیت سازمانی و تشکیلاتی و انقلابی که هر مجاهدی بر عهده داره و این نقطه ای هستش که فکر کنم نقطه انگیزش همه مردم ماست. مثلا شما این بار اگر مراسم ویلپنت رو نگاه کرده باشید، یا اگر که همین همیاری رو شما گوش کرده باشید، خروش و جوشش مردم ما رو در دفاع از این نقطه یک نمونه بسیار بارزیه برای اینکه مردم ما چجوری دیگه فکر میکنن و دشمن خیلی ابله و احمق‌تر از این هاست که بخواد روی این مسیر و بخواد به اصطلاح روی این موضوع اقدامی رو بکنه و بتونه مؤثر باشه. برای هر کسی که یک جا شرف ملی و میهنی داشته باشه، مجاهدین که بماند، یه نقطه نیازیه در درون خود آدم. همونطور که گفتم این نیاز برای چیه؟ خب ما که روز اول فرض کنید اومدیم توی این مبارزه، یک الگویی رو در مقابل خودمون دیدیم و این الگو سمبول‌های خودش رو داشت، کسانی که قبلاً فداکاری کرده بودن، از بنیانگذاران آگاهانه مسیر شهادت رو انتخاب کردن برای اینکه بن‌بست‌ها شکسته بشه. اینا الگو بودن برای نسل‌های بعدی. خب منم که فرض کنید امروز یا اون روز پا در این مسیر گذاشتم، برای تحقق آرمان‌های خودم، برای تحقق آرزوهای خودم نیاز دارم به این الگو، کسی که هیچ وقت در این مسیر کوتاهی نکرده، تمام زندگیش وقف آزادی مردمش بوده، تمام هم و غمش، تمام دردش درد خلقش بوده. خب من این رو الگوی خودم قرار میدم، از سر نیاز خودم و به دنبالش حرکت میکنم و در این مسیر هم همونطور که همه دیدیم و میبینیم، خب اینم به سادگی نیست، باید قیمتش رو بدم. بایستی برای رسیدن به اون الگو، من هم با الهام از تمام درس ها و تمام آموزش هایی که گرفتم و دیدم در جریان عمل به صورت عملی و پراتیک، از فداکاری ها، از صداقت، از اون نقطه منم دنبال شرکت میکنم و این اون نیازیه که من رو به اون سمت میبره. چرا؟ چون که آرمان ها و آرزوهام تو اون نقطه است. چرا مجاهدین انقدر تأثیر گذارن؟ مجاهدین تأثیرشون به خاطر اینه که در نقطه مقابل این رژیم، هر جایی که اون سرکوب کرده، هر جایی که جنایت کرده، مجاهدین مرهم درد مردمشون بودن، مجاهدین پشتیبان و پشتوانه مردمشون بودن. 120 هزار مجاهد و مبارز خلق خون خودشون رو برای درمان این درد گذاشتن و ما بقیه هم همینطور منتظرن، هر جا که لازم باشه، به هر میزان که لازم باشه، از دورترین تا نزدیکترین نفراتی که به سازمان هستن. خب ظاهراً یک خلقی هم هست که ما معتقدیم بهترین قاضیه،
بهترین پدیده ایه که قضاوت میکنه و میبینه، میبینه حرفایی رو که بعد از چند ماه بعد از روی کار اومدن خمینی این سازمان رهبریش میزد چجوری محقق شد و حرفا چقدر درست بود و چه مسیری رو اینا رفتن و چه کارهایی که نکردن. خب تاثیرگذاریشون مالی اینه، چون که بروزن، چون که نوان، چون که در مقابل تمام کهنگی این رژیم حرفای نو دارن، بحثای نو دارن، روشای نوی دارن و تمام هم و غمشون رو گذاشتن روی آزادی مردمشون، دردی که جامعه ما رو به این روز انداخته. خب تأثیر خودشو میذاره و هر روز در کنش با کنش با خلقمون، با مردممون، مردم این تأثیرات رو میبینن، یک رابطه زنده و فعالی ایجاد میشه. چیزی که این روزها وحشت این رژیم رو در موشک برونی و زدن محل زندگی این انقلابیون و این سازمان میبینیم، چون این تأثیراتش رو بلافاصله میبینه، نمیتونه تحمل بکنه و بیشتر از همه ما این دشمنه که این تأثیرات رو لمس میکنه روزانه تو کوچه و خیابون، این تأثیرگذاری رو تو تمام آدمایی که در ارتباط باهاش هستن میبینه، که مردم از یه فرهنگ جدید، از یه آرمان جدید، از یه تفکر جدید بهره‌مند شدن و نگاه هم که بکنیم چه در شعارهای سیاسیشون چه در خواسته هاشون تمامیت این رژیم رو مورد سوال بردن و این تأثیریه که به نظر من یه تأثیر زنده و متقابله. به یه پخش نشده یه قهرمان شهید مجاهد خلق علی فیضی شبگاهی.